جدیدت خوش اومدید به قسمت جدید از فصل جدید یک ساعت با زیرزمین. این شما و این میزبانان شما علی نودیس و مهراج نادی. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو یه جمله داری همیشه میگی. خانم و آقایون، به شدت خوش اومدید به قسمت پنجم از فصل دوم تصویری برنامه یک ساعت با زیرزمین. من علی هم کنار هم میرم. ارادت، مرسی، مرسی. شاید مدعوین خفنی داریم این قسمت. بله، اصلا بله. انرژی و بالا، همه چی خفن، خیلی خوبه، عالی. قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو، اولی تشکر بکنیم، دمتون گرم که تشریف آوردین. مرسی ازتون، مرسی که لطف کردین و اینجا این پروژه فصل جدید یک ساعت با زیرزمین واقعا پروژه نفسگیر و عجیبیه. قبلا تو قسمت‌های قبلی هم گفتیم، بازم میگم، ما اولش که شروع کردیم میدونستیم کار سختیه، ولی نه فکر نمی‌کردیم اینجوری باشه. اصلا با یه اتفاق عجیب غریبی روبرویم. خدا رو شکر تا الان خفن بوده. به لطف شماست که پشت این برنامه این کنار خانواده یک ساعت با زیرزمین ایستادین و دمتون گرم. ما توی یوتیوب خیلی بهمون انتقاد میشه که تماشاچیهای شما چرا انقدر دست میزنن. فکر کنم اونا هم اگه اینجا بودن همینجوری با همین انرژی شما دست میزنن. این مهمون فوق‌العاده‌ای داریم امشب. همه تو میدونید که مهمون ما، قبل از اینکه در موردش صحبت کنیم یه سری توضیح بدم. ما تو این فصل داریم یه ذره بچه ها سر صدا فهمید. بچه اتاق فرمان به من گفتن که به شما بگم صدا یکم بالاتر باشه، بلندتر. باز هم بالاتر، چش. ما مهمونی که داریم یه سری داستانه خاص داریم در موردش، گفتم کم توضیح بدم. ما همیشه تو این فصل تلاشمون تا حالا اینجوریه که مهمونهای تلسم شدهمون رو دعوت کنه، یعنی از سینا سایی بگیر، از سینا تهم بگیر تا یحیی بگیر، رسیدیم به سینا سایی. سینا هم یکی از مهمونهای تلسم شده برنامه بود. ما چرا؟ 4 سال فکر میکنم داریم با سینا سعی میکنیم برنامه. اولین بار که زمزمه حضور سینا سایی توی برنامه یک ساعت با زیرزمین کلید خورد برای زمان سایفر روک بود. من زمان سایفر روک ریش نداشتم، هنوز طفل بودم. اون موقع ما اولین بار با هم صحبت کردیم، قرار شد توی برنامه باشه، به هر دلیلی نشد. این صحبت ها مدام ادامه داشت، حتی رسید به فصل قبلی برنامه که ما داشتیم یه قسمت با عمو شروین رادفر و سعید جرشا ضبط می‌کردیم. سینا اومد سر ضبط، لوکیشن رو دید، صحبت کردیم، بازم نشد و این داستان همینجوری اومد. یه جمله پرانتزی درباره سینا در عین حال که بدقلق ترین آرتیست رپ فارسیه، دوست داشتنی ترین آرتیست رپ فارسیه. وقتشه. به افتخار خودتون و سینا سایی. این شما و اینها سینا سایی عزیز. گوشانه؟ بله. گوشانه بله. سلام. خیلی خوش اومدید. من همان دوستان. بچه ها اگه زحمت بکشید، مرسی ازتون، مرسی. آقا سینا خوش آمدید. برادر. چه عجب، بالاخره ما شما رو. اجازه بدید من یه احوالپرسی با بکس بکنم. واقعا قبل از اینکه یه چیزی بگی، من یه مهمون یادم رفت، زودیا که از یوتیوبرای چطور. از مهمانان ویژه فرق جان زودیا که همه تون ممنونم، تا شما که از اون عشق دادیم دیگه. دمتون گرم. خیلی برام ارزش داره، بعد مدت ها میتونیم اینجوری از نزدیک همو ببینیم، واقعا به یاد ماندنی خواهد شد. برای مهراج و علی خواهشن دست بزنید. یه نکته ای که راجع به این دو نفر هست اینه که صدامو دارین؟ اینه که حالا یه چیزایی شنیدم، گفتی بدقلق و اینا، حالا اینا رو قرار نبود بشنوی، اینا رو داشتیم با بچه خودم. ولی واقعا آره صداتون میاد. من اسمم ساییه دیگه، یعنی کوشا. یه نکته مثبتی که بین این دو نفر هستش با من دیدم اینه که بعد از 4 سال که کار پادکست میکرد، یعنی این فایل صوتی داشت مصاحبه هاشون،
از اون روز رسیدیم به اینجا که تو تهران داریم روبروی هم با هم حرف میزنیم. یعنی اول اینکه برای من جدیده، من یه مصاحبه دارم، اولی مصاحبه رسمی منه، بعد اینکه کنار شما دارم این کارو میکنم و به لطف اینا. خیلی شروع طوفانی و خفنی داشتیم. آره، هیپ هاپ واقعی فقط بچه ها MC نیست، هیپ هاپ واقعی تو زمینه های مختلف دیگه هست که امروز تو دنیا داره اتفاق میفته. یکیش همین فضاست که تونستن این فضا رو برای ما فراهم کنن و زحمت کشیدن. من حرفم اینه، سایی های خوبی هن در آخر سینا انقدر خفن شروع که فکر کنم ما بریم بیرون هم خودش میتونه. خب نظر تو میخوام راجع به من مصاحبه کنم از چه خیلی عالی. ما همیشه مصاحبه شروع میشد اول یه قلاوا تلاش میکردیم یخ جمع یخ مهمون آب شد. ما شاء الله در عرض یه دقیقه کم اصلا اومد تو انرژی اومد تو دمت گرم مرسی. خب فقط تیپ میپ من اوکیه همینجوری تو بگو همه دست بزنن اصلا جواب سالون دست بزنن. یه نظمت کامل چقدر دست میزنی دوست خب بریم سراغ مصاحبه‌مون. متولد 31 اردیبهشت ماه 67 هستی. 68. خب اینو اتفاقا بالا با تمام کردم، اینو توی سورس های گوگل باید درست کنی برداری. 67 حتما ابلاغ میکنیم که تیم منیجینگ کنیم. از خودت برامون بگو، هر اطلاعاتی که احساس میکنی لازمه طرفدارات بدونن در مورد خودت، اینکه اصلا اگه دوست داری برامون اگه طرفدار واقعی باشن که فکر میکنم هستن که راجع به من میدونن اگه اشتباه نکنم، یعنی اینترنت رو سرچ کردید. ولی خب 31 اردیبهشت 68 لیسانس زبان انگلیسی دارم با معدل 19.80. معدل رو میگم چون برام واقعا مهمه. 19.80 بله واقعا. البته خب من زبانم خوب بود، گفتم بذار برم به رپم برسم زبانم بگیرم که یه مدرکی کنار زبانم باشه دیگه، چون زبانم خوب بود یه چیتی این وسط کردم دیگه. ولی خب 19.80 خودش به نوبه خودش فکر کنم خیلی مهمه. دست نداره اونی که اصلا خودش دانشگاه میره رپر نیست، فوکس اولش درسه، 19.80 نمیگیره. من روم نمیشه معدل لیسانس هم بگم اصلا. نگو اصلا نمیگم اصلا من لیسانس ندارم. من از وقتی آدم معراج دانشجو. آره من 10 سال رفیقم 10 سال. خب دانشگاه که اینجوری. و چی شد با جریان آشنا شدی؟ ببین خب موزیکای اون 19 20 سالگی 18 19 20 سالگی خب به نظر من خیلی روم تاثیر گذاشته بود دیگه، اون سبک موزیکایی که من البته با رپ مایک تو لینکین پارک خیلی رپ رو همچین حال کردم. آره ولی خب بودن رپرهای دیگه ای هم که این فرم برای من الهام بخش بود و شروع کردم دیگه، دیدم میتونم. یعنی راستشو بخوای اول که خیلی لیریک مینوشتم، مثلا لیریک جالبه، مثلا من لیریک آهنگا رو میگرفتم مینوشتم، بعد همکلاسی ها میگفتن اینا رو چرا خودت مینویسی، مثلا تو اینترنت هست. من نمیدونستم مثلا تو اینترنت هست، انقدر عقب جلو میکردم که این داره چی میگه. بعد خب اون موقع اینترنت منزه الان دیتاش آره دیگه دایلاب بود مثلا الان نبود. من یادمه یه عکس با دایلاب میزدی باز شه میرفتم درس مشقامو مینوشتم کارامو میکردم تلویزیون یه سایت باز میکردی میرفتی حالا تا وقت باز شه. آره راست میگی. بعد اینکه گفتی زبان انگلیسی هم خونی، من اگه اشتباه نکنم خیلی کارهای خیلی 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 قدیمی چند تا اصلا کار انگلیسی داشتی به زبان انگلیسی رپ کردی؟ انگلیسی نداشتم من، اون اوایل که رپ میکردم توی تکستم از کلام انگلیسی هم استفاده میکردم. حالا اون موقع فکر میکردم باحاله و شاید یه موقع دیگه هم فکر کنم باحاله استفاده کنم. اون موقع فهم کردم باحاله استفاده میکردم، یعنی سیگنیچر من اگه کسی که از اول منو دنبال میکردن این بود که یه همچین فضایی بود. من خودم یکی دو تاش یادم اومد ولی قابل گفتن نیست. قابل گفتن نیست. بله بله دیگه هممون یه دورانی داشتیم که قابل گفتن نیست با هم. معمولا 18 سالگی به قبل همه کلا انکار میکنن. نه اون 18 سالگی به مشکل ما رپرها میدونی چی؟ رپرهای این دهه قبل اینه که 18 سالگیشون ضبط شده تو اینترنت. همتون یه کارهایی دارید که الان یادش میافتید عرق میکنید، ولی ما اون عرقی‌ها رو دادیم تو اینترنت. مشکلمون اینه، یعنی اونا رو همه دسترسی دارن. بعد تازه از سان کلاد پاک کنی، از اسپاتیفای، از اینستاگرام، یه سری سایتن که رئیساشون مشخص نیست کیان. یه تایمی بود یه سایت که یه بار میدونی یک دیتا سرور اصلی دیتابیس اصلی رپ فارسی یه بار پاک شد. بله بیا تو رپ بود، حالا نمیدونم کدوم بود ولی پاک شد. یعنی یه چیزایی بود که تازه همه اینا رو هم دیجوری همه خوشحال شدن وقتی کار کردن. فورچه رو میخوای چیکار کنی اونجا هنوز هست؟ فورچه هنوز هست. خب بگذاریم به نظر میگیم
آشنا شدی و میرسیم به گروه رجز و همکاری با یاس در ترک ایران من. اصلا رجز چی شد که به وجود اومد؟ رجز که من کلاس زبان میرفتم چهار کردستان، کلاس زبان اسمش پند بود. خب بعد خب هم حال و هوای رپ و این داستانا رو داشتم، دیدم با سینا هم که با اون یکی سینا مافی هم اونجا مثلا هی دیدیم هی من ترم بعد میرم هی ترم بعد میرم، دیدم اونم هست، ما اونجا اونجوری با هم دوست شدیم. یعنی من با سینا اول دوست شدم تو کلاس زبانم، بعد تو پیش دانشگاهی با خشایار دوست شدم، بعد به سینا گفتم یه پسر هست باحال، به خشایارم گفتم این وضعه بال اینا رو با هم با هم دیگه شدیم، تازه بعدش تیک تاک. ولی رجز از تو کلاس زبان ما شکل گرفت. تو مافی؟ آره من و مافی بودیم که مافی هم زبانش خوبه. بله بله. و یه همکاری هم کردیم به نام ایران من. آقا یه جوری پرسید که انگار مثلا یه همکاری هم کردیم توی زمان گروه رجز با یاس، اینترو گفت برات نگشتم. آره. یه کاور خیلی خستم داره اون ترک، سینا مافی من ایران. آره یه دوستی داشتیم به من میگفتش که تو شبیه هایده شدی با اون چتریایی که داشتم. آره. توی اون کاور. خب اون موقع مود بود، بعد تیپ اون موقع رو در نظر گرفت. ولی خدا ببین تیپ من یه تیپ مینیمالیه برای اون سال، واقعا خوبه، یه تیشرت مشکی ساده، یه سوواچ خیلی ساده. خدا وکیل برو مقایسه کن. نه مقایسه کی باشی؟ به هر حال اون موقع خوبه ولی زایه است. خب بعد همکاری با همکاری با یاسر از کجا شکل گرفت؟ یاسر داستان خیلی مفصلی داره. من یکی از دوستای یاسر به من یهو که کار موزیک هم کنی فامیل منم هست به اسم حامد نیکبی، یه بار به من گفتش که منم یه دوست دارم ایران که کار رپ میکنه. بعد من اون موقع تازه داشتم شروع میکردم، گفتم کیه؟ گفت اونم خیلی دوست بودن انگار با هم، گفت یاسر با اسم یاسته. گفتم دروغ میگه یاسر، مثلا اون موقع خیلی ترکونده بود یاسر. گفتم تو رو خدای کاری بکن ما بتونیم ببینیمش و یه اینتراکشنی داشته باشیم، یه تعاملی داشته باشیم، که لطف کرد صحبت کرد و یاسر هم مثلا اون موقع قبول کرد و پذیرفت و ما دیدیم یاسر رو و مثلا کارامونو براش گذاشتیم و اونم خیلی حال کرد. و خب میدونی اون موقع سوشال مدیا بچه اینجوری نبود که شما اکسس به همه داشته باشین، یعنی همه چی حضوری اتفاق میافتاد. الان شما اینستاگرام تو وا میکنی، اصلا برای کار که تو لینکدین شما میتونید هزار مدل شغل پیدا بکنید اگه تخصصی داشته باشید، ولی امروز راحت تر نسبت به اون موقع. اون موقع واقعا مثلا این میشه گفت بهش کانکت، یعنی من شانس آوردم که یه فامیلی داشتم که یه کسی بود که میشناختش. ولی آره این طریق بود که یاسر رو دیدیم و خب یاسر هم دید که ما ذهنمون نزدیک به ذهنش و خب یه اتفاق افتاد دیگه. ایران من بود که راجع به این بود که نری از ایران فکر کنم. اون موقع فکر اون این بود که نری من ایران. خیلی جالبه که من یه دونه فریستایل هم الان بعد 10 سال دادم که کوچ میاره یس. دیگه زندگی با ما این کارو کرده دیگه. متاسفانه. یه دست به افتخار یاسر نمیذاری؟ خب داریم در مورد قدیم ها صحبت میکنیم، همین خط مسیر زندگی تو بیاییم جلو برسیم به خاطرات شیرینه. تیک تاک چطور شکل گرفت؟ تیک تاک شانسیه واقعا. این تیک تاکی که من میشناسم هیچ جای کره زمین نیست، خیلی خفنه. به نظر من که دنیای لطفی به ما کرد و تیک تاک به وجود اومد دیگه، اینجوری شکل گرفت. نظر تو مافی رجز بودیم، خشایار. آره من مافی رجز بودیم، خشایار که من دوست داشتم با هم همکاری بکنیم چون خشایارم به شدت با استعداد بود. اون موقع ما مثلا لیریکای خفن می نوشیم، فهم کردیم خیلی خفنیم، یهو یه آدمی دیدیم که اونم داره بیت میزنه. حالا درست اون موقع با اف ال استودیو میزد، من دارم راجع به مثلا 83 صحبت میکنم، حدودا هم تایم دیگه با اف ال استودیو درست بود مثلا یه سری صدا، ولی با استعداد بود. یعنی ما میدیدیم که ایول ما توی یه کانالیم، توی یه مسیریم. اینجوری شد که خب من رفتم گفت به سینا گفتم که آقا خشیگه پسر هست تو مدرسه ما اینقدر خفنه. من یه رفیقی داشتم که خشیار تو مدرسه اون رفیقم بود، یعنی من با اون رفیقم میرفتم پیش دانشگاهی میومدم، اون به من گفت ببین سینا یه پسر هست اینجا، اینا مثل شماست و مثلا میگه و مینویسه و تکست بیت میزنه و اینا. من گفتم آقا هماهنگ کن ببینیم همو دیدیم و اولش منو خشیار میخواستیم حالا همو بگیریم، یعنی اون میخواست یه بیتی بزنه که من چون اینجوری نبود، اگه یکی یه بیتی میزد که تو نمیتونستی روش بخونی یعنی اون خفن‌تر بود، یعنی نمیتونستی روش بخونی ها. یعنی الان نگاه نکن همه رو همه بیتا میخونن، اون موقع اگه بیت میزد نمیتونستی بخونی اون خفن بود، ولی اون بیت میزد من میخوندم، من تکست مینوشتم، اون میگفت خوراک این بیت است. ما اینجوری دیدیم که شیمیمون به هم میخوره. خب حالا آشنایی تو سینا مافی و خشایار و
در راسته هم رفت که زدی که منجر به تست تیک تاک شد، یه دوران خیلی طلایی عجیب غریب، خیلی دوران هیت عجیبی داشتین شما تو اواسط دهه 80، اواخر دهه 80 شما پشت هم داشتین کار هیت تولید می‌کردین. چه اتفاقی افتاد؟ خیلی دوست داشتم که زینا و خشایارم میتونستیم مثلا، امیدوارم بعداً بتونیم یه سشنی باشه که حالا یه همچین صحبتایی که راجع به این حالا حمله بر خود ستایی بچه ها نباشه، واقعا من اگه عاشق تیک تاک نبودم ادامه که نمیدادم، یعنی دیوانه وار اون کارو دوست داشتم درست. که ادامه میدادم، واقعا دوست دارم راجع به این عظمت، این اتفاق جذاب همه بودیم با هم. راجع به عظمت که حرف زدم چرا خاموش شد؟ تو عظمت تو کافیه، چرا میخوام بحث عظمت تو کردی؟ من این مثال بر تو بزنم، الان تو در مورد عظمت داری حرف میزنی، یه مثال ساده، من علی ما الان به عنوان مجری برنامه 100 میزنیم، شما هم عظیمین، ماها دوران نه دوران خودمون دوران دبیرستان دوران دانشجویی بود، واقعا کار تیک تاک رو داشتیم گوش میدادیم و خیلی خاطرهای خیلی عجیبی از اون تایم دوران تیک تاک داریم، و اگه الان اینجا این و داریم با این دوری صحبت میکنیم داریم برنامه رو میسازیم برای اینکه این تاریخ ثبت بشه، خیلی در مورد چیزهایی که هیچ وقت حرف نزدیم حرف بزنیم. ببین من راجع به تیک تاک فکر میکنم که تیک تاک نه نمونه خارجی داشت نه نمونه داخلی، به این دلیله که تونست فراتر از موسیقی بره و تونست یه لایف استایل ایجاد بکنه. اگر نمونه خارجی داشت میشد گفت مد بوده و ما رفتیم سراغ مد، اگر نمونه داخلی داشت میشد گفت مد بوده ما رفتیم سراغ مد، ولی هیچ کدوم اینا نبوده. تیک تاک محصول ذهن بداهه من و سینا و خشایار بوده، به خاطر همین نرفت سراغ مد. ما اون فرم و اون ادبیات و اون کلام و اون ریتم رو دوست داشتیم، اون موضوع ها رو دوست داشتیم، به همین دلیل بدون اینکه بدونیم آقا چی الان تو آمریکا مده، چی توی ایران مده، بریم اون کارو بکنیم که باحاله پس مردم ببینن، ما میرفتیم تو استودیو و زندگی میکردیم. من ایده میدادم، سینا ایده میداد، خشایار ایده میداد، میساختیم با هم دیگه، یعنی من میگفتم نه خوب نیست، اون میگفت نه خوب نیست، این میگفت نه، یعنی یک اتفاق بداهه سه نفره که اصلا این نکتهشه که من میگم عظمتشه، چون نه شبیه مورد بیرون ایران بود نه درون ایران بود و خیلی روون بود. خب این نتیجتاً میشه اتفاقی که همه جوون‌ها ما رو میبینن و حال میکنن باش. هنوز که هنوزه دارن با دوتا آلبوم طبیعی باش، با دوتا آلبوم کولاژ، من هنوز پیغام میگیرم، کیف میکنن. و یه چیز جالب دیگه، یه بار من نمیدونم تو چه گزینشی بود، یه بار یکی از نوستالژیک ترین آهنگای ایران شد توی یه نظرسنجی، حالا بعداً شاید تو اینستاگرام هم بذارم، توی یه نظرسنجی آهنگ بوسرده یکی از به یاد نوستالژیک ترین ها شد، یعنی همه داشتن مشکل. این مثال جالبی زد بچه‌ها، خیلیاتون میدونید که برام از قدیم پیگیر کردن حرفا روش زیاد شنیدم، من کارمندم و حالا گفت نشم ابایی ندارم، ما امروز تو شرکت بودیم بحثش بود و مثلا گفتم آره امروز برنامه دارم، میپرسن با کی برنامه داری، من گفتم سینا ساینی میشناسی، من گفتم نه، گفتم بوسرده و همه گفتن آره. اه بوسرده، آره ایول چه جالب، بوسرده وارد لایه از جامعه میشه افرادی که کارمندن و اصلا شاید موسیقی رپ خیلی حرفه‌ای از کامیونیتی خارج میشه. ببین اینم باز به اون دلیله که ما نمونه بیرونی ندیدیم کپی کنیم یا نمونه داخلی ندیدیم کپی کنیم، ما خودمون بودیم، حقیقی بود این مسئله، از درونمون میومد اون وایبی که داشتیم، یعنی ماجرای بوسرده من و خشایار، یعنی نقطه شروعش اینه، بغل آسانسور کنار استخ بودیم، هوا سرد بود و من و خشایار تو فازی بودیم که یه مدتی بود شوخیمون کمدیمون با هم دیگه این بود که یه چیزیو تکرار میکردیم، مثلا میگفتم که خشایار سوسو از تو کابینت بیار، اون میگفت چی، میگفتم خشایار سوسو از تو کابینت بیار، میگفت چی، میگفتم خشایار سوسو از کابینت بیار، میگفت چی، سوسو از کابینت بیار چی، و اینو خندش برای ما این بود که 20 بار این کارو بکنیم ولی تونیشنمون عوض نشه. حالا اون جمله خاطراتیه که الان میگم شاید بامزه نباشه، ولی منم سردم شد، به خشایار گفتم اوه سرده، اوه سرده، یهو خشایار چشش چهار تا شد، من چشام چهار تا شد، گفت این خود هیته. آقا میخندین ولی فهم کن چه جوری، اثر هنری همین جوریه، بداهه است. آره این راجبه یه فرامرز اصلانی هم راجبه، اگه یه روز بری سفر همینو دویه، میگه من تو بارون بودم برف واکن میزد، این ریتم برف با کن من روش اگه یه روز بری سفر ما اصلا همین. ما اگه میخوایم راجع به لایه شعر صحبت کنیم، شعر نو آقای ابتهاش، بله، سایه، که من داستان ایشون رو اگه بشنوید خیلی جالبه، میگه که مصاحبه کننده ازشون میپرسه که بهترین شعری که نوشتی چیه، حالا یه خورده جوابش مثل آقای خیابانیه، میگه هنوز ننوشتم ولی حالا به هر حال، ولی میگه که چیه، میگه من یک خواهری داشتم قبل من به دنیا اومده و مرده
و من همیشه دوست داشتم راجع بهش یه شعری بگم، یه حرفی بزنم. و ببخشید، یه برادری داشتم و بهش برگشتم گفتم بیت اول شعر ابتهاج که اگه میخوایم علاوز شعری چیزی رو بسنجیم اینه، با این داستان شروع شده. میگه برادر بزرگتر هیچ سالم. خب این غیر از اون اتفاقی که براش افتاده چی داره؟ یک تویست فرمی، یه فرمی اضافه کرده و تبدیلش کرده به شعر. خب ما هم به عنوان یک انسان معاصر، خب روی کرده ایشون روی کرده کلاسیک هم هست، یعنی از ادبیات کلاسیک هم استخراج میکنه. بله، خب ما هم به عنوان یک انسان مدرن شهری از همینجا میگیریم معانی شعریمون. و اون بوسردهی که میگه همین، حالا گفتم به توضیحات فنی خورده راجبش بهتون. و از یه بعد دیگه هم نمیشه اینو منکر شد که یک بخش بزرگی از موندگاری و هیت شدن آثار تیک تاک هم به خاطر موزیک ویدیوهای قوی بود که توی اون دوره میداد. بوسرده میریم خونه هامون، سعید اسچی عزیز، واقعا دست بزنیم. و ما هنوز بعد از گذشت این همه سال هنوز تو بعد تصویر ضعیفیم و وقتی میخوایم بهترین موزیک ویدیوامون رو جدا کنیم میبینیم سراغ سینمایی و تیک تاک. خیلی خوب. ببین من که اعتقاد دارم ما از 10 سال پیش تا الان که پیشرفت کردیم تو همه زمینا، اما همچنان معتقدم که خیلی میتونیم بیشتر پیشرفت کنیم تو همه زمینه ها. توی ویدیو هم همینطور، من فهم کنم اون ویدیوهایی که ما دادیم با تعداد انگوش شماری از رپرهای ایرانی جز میشه باهاشون پوز داد، بگیم آقا این مدیوم هم این فضای تصویری رو داشته. آره، به لطف سعید اسچی و زحماتی که اون موقعی و سعید نابغه است. بله بله سعید. بچا حالا من نمیدونم تا چه حد با فضای فنی شما آشنایین، سعید مینوشت، میزانسن میذاشت، نورپردازی میکرد، منشی صحنه بود، تدوین میکرد، فیلمبرداری میکرد، همه اینا رو انجام میداد یه نفره اون موقع. به خاطر همین میگم نابغه است. حالا الان دیگه البته بیشتر اشغال میکنه ولی کارشو کرد آخه دیگه. به اون لطفم بود، یعنی واقعا باید نگاه بکنیم دیگه، خسته شد. اگه میخوایم به اون نگاه بکنیم، تیم همیشه تو نظر ما بوده دیگه، یعنی ما یه تیم بودیم. حالا تو الان شاید نگنجه ولی اگه رسیدیم که براجع بهش حرف بزنیم، ولی یک تیم مفصله که میگم ریشه هسته حقیقی دارد، اما یه تیم هم همیشه هست، یعنی فقط ما ستا نبودیم، آدم های دورمون هم بودن، رفیقای دورمون هم بودن. حالا پر حرفی نمی‌کنم. قبل اینکه بریم سر سوال بعدی، چایاتون یخ کرد بچه‌ها، من استارت زدم سرد شروع کنم. عرض کنم خدمتتون که در مورد گذشته تیک تاک صحبت کردیم و به نظرم خب یک مهره‌ای هم در گذشته تیک تاک و حتی شاید در الان فعالیت بچه‌ها نقش داره که نمیتونیم منکر حضورش بشیم و الان اینجا هستش. بله. شیرین رادفر. جوهر نایاب رپ فارسیه واقعا. بله، ایشون یکی از تلاست، متخصصین این فضاست. بله. رپ شد تلاست، یکی از متخصصین این فضاست. بله. در مورد شیرین رادفر صحبت کنی و نقشش، من حرفی با ایشون ندارم. الان داشتی می اومدی به خاطر ترافیک، لطف کردی دمت گرم، نتونست به خاطر ترافیک ماشین بگیره و اینا، با موتور اومد. من همش نگران بودم که موهاش خراب بشه که اوکی خیالم راحت بشه. خب خدا رو شکر دست درم. من 15 ساله با شروین رفیقم و مثل برادرم، مثل عضوی از خانوادم. عموی رپ فارسی. آره دیگه، واقعا خیلی ها بهش میگن عمو و من البته بهت نمیگم عمو، تو رفیقم و یه این فرق میکنه. خواهشان اجازه بده که من به تو نگم عمو، ولی آره تأثیر داشته، کیفیت. البته در حال حاضر من زحمات افراد فنی پشت پرده رو نمیخوام ندیده بگیرم، واقعا مهمه که یه تنظیم با چه کوالیتی اتفاق میفته، با خروجی چجوریه و چه کسایی دارن در حرفه‌ای تر شدن این زحمت میکشن، این واقعا مهمه. ولی من شخصا به عنوان یک رپر امروز در فضایی هستم که فکر میکنم رپر باید بتونه با پاشم یه ریتم بگیره و یک فضای رپی ایجاد بکنه که مخاطب تحت تاثیر بگیره. گفتم نمیخوام اون فضای حرفه‌ای رو ندیده بگیرم. روی کرده من امروز اینه، دوست دارم این فضا، چون دیدم راجع به این داریم صحبت میکنیم، اما اگر مخاطب نتونه توی ماشینش با کیفیت خوب آهنگو بشنوه، اگر مخاطب نتونه تو خونش با کیفیت خوب بشنوه، ما یه بخشی رو از دست دادیم. در ضمن هنری که
این افراد فنی به کار ما اضافه میکنن، کار ما رو فربه میکنه. یعنی کار تنظیم، کار میکس، کار مستر هنر دیگری است. یعنی یه هنرمنده، اینوی نقاشی که نقاشی میکنه، اینوی مجسمه سازی که مجسمه سازی میکنه، این افراد متخصص هم دارن کار هنریشون رو با ما درمیون میذارن. اصلا اینجا خوب شد اومدیم یه نکته ای رو بگم در رابطه با خرید اثر هنری. میگم ببینید یک آهنگ وقتی میاد بیرون شاید 20 نفر متخصص رو، البته فکر کنم شماها میدونید، واقعا من قدر حضورتون رو میدونم، 20 نفر آدم متخصص راجع به تو این کار کار میکنن. یعنی 20 تا آدم حرفه‌ای کار حرفه‌ای انجام میدن. شما این خیلی نکته مهمه، چون من اخیرا پیش فروش گذاشته بودم، یه سری ها می اومدن می گفتن نمیشه و اینا، قیاسش غلطه. شما یه دونه، من نمیخوام این قیاس رو بکنم ولی مثال میزنم، ما برای بقای رپ فارسی احتیاج داریم افراد مخاطب ها این ارزش رو درک بکنن. چه ارزشی؟ قیاسش غلطه، تکرار میکنم، اما اینه که آقا شما برای دوتا چیپس ممکنه 20,000 تومان پول بدید و میخوریدش، برای استفاده از یک MP3 که 20 نفر متخصص درونش کار کردن این پولا اصلا پولی نیست. و شما دارید این کارو میکنین که این فضا ادامه دار بشه، چون ماها هر چقدر بتونیم انرژتیک تر کار بکنیم، روانمون سلامت تر باشه، نگران بحث اقتصادیمون نباشیم، میتونیم حرفای آلترناتیوی که شما تو ایران دنبالش میگردید و براتون بزنیم. سبکای دیگه قابل احترامن، ولی شما دنبال خوراکی میگردید که توی رپ اتفاق میفته یا بعضا توی راک اتفاق میفته، تو سبکای دیگه نمیتونید ببینیدش. میگم این حضور قدرتمند شما، چون الان راجع به بحث تخصصی و شروین عزیز صحبت کردیم، خواستم بگم کمک شما فقط مستقیم به من خواننده، به من رپر نیست، کمک البته من بعدم میاد از لفظ کمک ای هم گفتم طبق عادت میگم، این مشارکت شما فقط به من یا به من خواننده نیست، به تعداد بسیار زیادی آدم متخصصه. یه کف مرتب واسه همه افرادی که پشت پرده دارن زحمت میکشن. خب میدونید سالها متاسفانه خلأ عدم توجه به پروسه میکس یا اصلا عدم توجه به پروسه، به قول تو بچه‌هایی که پشت صحنه دارن فعالیت میکنن، تو رپ فارسی خیلی زیاد بود. یه چند سال یک اصلا این روند تغییر کرده، حق کپی رایت افرادی که پشت پرده هم برای موزیک زحمت میکشن هم داره رعایت میشه. بله ده. خب یه سوالی که فکر کنم خیلی الان منتظر این سوالم هستن قاعدتا، به اون یکی ها هم میرسیم که منتظرشی. خواهشان ما رو تو داستان نه. با اجازه عرض شد خدمتتون که ما قسمت امیرعلی ای تو اینجا در خدمتشون بودیم، آقای مافی تشریف داشتن اینجا، جای فرزین انصاری نشسته بودن و روز قبلش اعلام شده بود که خشدار توی یوتیوب گفته بود دیگه تیک تاکی وجود نداره. سینا مافی که گفت چی من نمیدونم، امیرعلی هم نمیدونست، تا اینکه بالاخره شما بعد از این همه مدت که فکر میکنم یه دو سه ماهی دیگه میگذره، تیک تاک چی شد؟ خودت شاهد زنده بگو چی شده. ببین خب همون حرفایی که منم شنیدم دیگه، یعنی من البته ترجیح میدادم که راجبش صحبت نکنم، چون فکر میکردم سر یه فرصت مناسب تر باشه. حالا الان فکر میکنم زمان همون حرفایی که خشار زده، فضاهای کاری یه مقدار فکر میکنم متفاوت شده و اپروچ های مختلفی رو در نظر داریم هر کدوم انجام بدیم، اینا با هم اوورلپ میکنه، خرابکاری ایجاد میکنه. فعلا تو این فضاییم. یعنی اختلافی بینتون پیش نیومده درسته؟ ببین اختلاف که علاوه بر سلیقه موسیقی بله دیگه، یعنی این اختلافه، یعنی من یه چیزی دوست دارم، خشایار یه چیزی دوست داره، نه کسی میتونه بگه این بده، نه میتونه بگه اون بده، نه میتونه بگه این خوبه، نه میتونه بگه اون خوبه. در نهایت یه چیز سابجکتیوه، یعنی مخاطب تصمیم میگیره که با کدومش ارتباط برقرار کنه و کیفشو ببره. ولی چون دو مسیر متفاوته فکر میکنم که حالا اینکه خشایار گفته نیست، من چون چیزی که شورت فیلم یا تیکه ازش دیدم که گفته دیگه کنسله، حالا شاید فردا بیاد بگه کنسل نیست، شاید مثلا من نمیدونم. خب تصمیم گیرنده کیه؟ نمیتونیم ما تصمیم گیرنده باشیم. من تو اول صحبت هم گفتم ما سه نفر بودیم. یه نفر نمیتونه راجع به این مسئله تصمیم بگیره. آخه یه سوال پیش میاد بعد از این قضیه، طبیعتاً تو هم اون ویدیو یوتیوب حالا یا دیدی یا به گوشت رسیده. بعد از این قضیه صحبتی بین شما سه نفر نشده؟ ببین نه. یعنی هی همچنان حرف نخواهید زد، وای خواهید زد همینجوری. فکر میکنم فعلا
اینجوری باشه، چون واقعا انقدر من میدونم خشار خیلی سر شلوغه، منم تو میدونی من چقدر سرم شلوغه و فکر میکنم این صحبت ها من مثلا باید حضوری باشه به نظر من. من احساس کنم تو قلبا واقعا دلت برای تیک تاک تنگه. من کنسرتی نیست که چند روز قبل بودش، داشتیم هماهنگی کاری ضبط رو میکردیم، یه جایی با سینا نشسته بودیم برای جلسه خود دیایته، بعد داشتیم برمیشیم با هم نشستیم تو ماشین، بحث تیک تاک شد، بنده خدا خیلی با یه حال چیز گفت ما حیف بودیم، یادته گفتیم ما حیف بودیم میتونستیم این رو البته دلم نمیخواست بگیم ولی این که تو تدوین احتمالا در میاد. نه من سانس خود سانسوری ابدا فله. آها خوبه. بارقه های امیدی از بازگشت همکاری. ببین کسی الان از نیم ساعت بعدش هم خبر نداره، من الان هر حرفی بزنم بذار اینجوری عبیق جواب تو بدم که دیگه پیگیرش در میره. دیدی خود ما و نفس بعدیمون هم خبر نداریم، چه برسه به اینکه من بخوام. ولی اسم که الان 70 ساله تو اینو گفتی اخیراً اینو اینقدر بهم میگن که من ناراحتم اصلا. میخواستم یه مسافرتی برم یه جایی خیلی، یهو یکی بهم گفت چه خبره اینقدر مگه پیری اختیار ده، میخواستم نمیخواستم بگم ولی گفت چه خبره اونجا 4 روز بری حوصله‌ات سر میره. گفتم خب من خیلی دلم میخواست اونجوری حال کنم. گفت نه 4 روز به بعد مثلا 3 ساعت بعد خواهر یکی از دوستام شب چهارشنبه سوری فهم کنم من چی کار داشتم میکردم شب چهارشنبه سوری که همه دارن با رفیقاشونش خوال میکنن شلوغه میرخصن آتیش بازی میکنن، من و دو تا دوستام تو خونه پلی‌استیشن بازی کردیم ساعت 10 شب خوابیدیم. بعد خواهر دوستم گفت شما پیرین الان هم که تو میگی همین فرصانشت همینجوری داره میخنده. بعد ایشون هم خودش تو جریان این ماجرا هستش که این اتفاق افتاد. خلاصه که نه همه الان فکر کنم زیر 28 اینا بالای 28 کی داریم؟ چطور زورش؟ شما بابای من هم هست. تبریک میگم بهتون، باعث افتخاره که خدمت شد. واقعا تبریک میگم و شما حالا شاید اونقدر در جریان فضای کاری ما نباشید، ما لازم داریم همچین چیزی. من کیف میکنم واقعا. باشم به مادر پدر معراج هم تبریک میگم، نیستن جاشون خالی. حالا اگه داری تصویر رو میبینی در تو چه نازی بزرگ یه چیزی داشتی میگفتی واسه حرف اومدی گفتی من هر کنسرتی میرم. آها نه میرم که نرفتم، گفتی میرم. آها تو تهران رفتم و دوستانی دارم که کنسرت دعوتم کردن، لطف داشتم به من، خیلی هم حال میده. یعنی ببین اگه خواننده منو اسممو میگه یوهو سالون میترکه، من میگم خدا ببین من اگه رو استیج بودم چه حالی. ببین اگه امشب اجرا کنی چه حالی. آها اونو دیگه جالب شد. دیرم شده صداش میکنه. بگذاریم از بحث تیک تاک بگذاریم. میخوای اول تایم رو بپرسی چقدر تایم چقدر داریم بچه ها؟ یکی به من تو گوشی اطلاع بده. داری؟ او کمه ولی به یه سوال میرسی. خوش گذشته. ببین آره. اگه داری اینجا نمیدونم ببین قبل ضبط یادتی که گفتم 6 تا سوالمون پارت اوله، الان همون شده. حالا کار یه جمله ای هر وقت اصلا همون لحظه ای که ما گفتیم مهمونمون سیناساییه، ما به این جمله خوردیم، میخوام همینجا رو کراست در موردش صحبت کنیم. میگن سیناسایی سوبره. خدا بهشون خدا رو شکر میگن میخندن. ببین ریشه قضیه رو گرفتیم، ما رفتیم اصلا بررسی کردیم. ببین ما اصلا توی اینستاگرام توی توییتر اعلام کردیم که خب سیناسایی مهمون ما، یه دو من گفتم آقا چه برنامه سوبری، چه مهمون سوبره. الان خوش داره میگذره. خواهشن یه جوری جیغ بزنید بفهمن آقا خوش میگذره. ما رفتیم دنبال ریشه این قضیه. یه بررسی کوتاه زدیم، خیلی هم راحت به جواب رسیدیم. داستان داره از یوتیوب میاد. یه سری از رپ‌کن‌ها هستن که تو یوتیوب فعالیت دارن، به قول خودمون شاید دیگه فعالیت رپ‌کن بودن ندارن، یوتیوبرن بیشتر. اسم میارم راحت، سپر خرسه، بعضن جی جی و و و و و حوصله‌شون سر میره، میگن خب سیناسایی هم چه صبره. چیه قضیهش؟ بابا من اونا بپرسی، چرا من میپرسی؟ من چه میدونم؟ تو خودت اصلا دوست نداری در مورد این قضیه صحبت کنی. می چرا تو اومدی؟ من قشنگ یادم اولین مکالمه که با هم کردیم گفتی اون
قضیه سوبر چیه؟ چرا ترجمه؟ خب واقعا نمیدونم منم. من نمیدونم. یعنی هیچ ایده‌ای ندارم. سوبر رفتم دیدم ها، یعنی سوبر رو فهمیدم. اونقدر قبلا استفاده میکردم که مثلا یک دو بار مثلا تو سال شاید به گوشم میخورد، خیلی هم کمتر. ولی وقتی دیدم اینجوری رفتم سرچ کردم، دیده معنی این که کسی که مست نیست هوشیاره بهش میگن سوبر. بعد این رفته تو فضای فرهنگی یه مقدار شکل و شمایل متفاوت تری پیدا کرده. من سرچی که کردم معنی اینو میده که آقا خسته کننده است، یه آدمی که بورینگه. یعنی آدم اینجوریه. خب اگه من بودم دیگه در حد توانم این دیگه، من کاری نمیدونم، مسخرم نکنید. اگه مثلا به فرض اینجوری دارم خسته کننده نیست، نمیدونم. من شاید دیدم یه سری اظهار نظر میکنن دیگه، نظرشونه دیگه. ما هم اینجا آزادیم که هر کی نظر خودش رو برنامه منتشر شد خیلی نظر رو فراهم میکنه. چه میدونم؟ نمیدونم. من حتی یه بار، یعنی یه سری هم نمیدونن اصلا قضیه چیه. یه بار تو توییتر من یه توییتی دیدم، یارو نوشته بود سیناسایی هم که سوبره. بعد یکی زیرش ریپلای کرده بود که آجی مثلا حالا این یعنی چی؟ خب منم نمیدونم. آره منم دیدم. برو بخون چیه. حالا اون گفته بود سوبر، اینم گفته بود یعنی چی، اون گفته نمیدونم، همه میگن منم میگم. اگه به این شدت یه سری که آمیت فامیلیته سینا سوبر، اونو باید با پدر مادرم. بچه های تصویر من رو ببخشید، قرص هم نزنی. سوال بعدی ربط داره به این سوال، اجازه بدی اینم بپرسیم بعد برمان ببندیم. خودتی بپرسیم. بله بله، اومدم بپرسم، دیدم که شما رو من حق تو رو و حالا چون بحث یوتیوب و یوتیوبر شدن آرتیستا و این مسئله بود، تا چه حد اصلا این آرتیستایی که یوتیوبر میشن و خوشت میاد و اصلا موافق یوتیوبره اونجا داری چشمک میزن، و اینی که اصلا آرتیستایی که میرن سراغ کانال یوتیوب، نمیدونم، بازم میگم لباس پری دریایی تنشون میکنن، بازم میگن خوش بدین. چرا این چرا اینو خوش میدن نده. خب لباس پری دریایی میپوشن، نمیدونم موهاشون و عروسکیشون میکنن، چه کاری آخه؟ چقدر اصلا با این کار موافق؟ ببین به نظر من یه بستریه که میشه باش درآمدزایی کرد. خب به هر قیمتی ببین من اینو نمیتونم، این نظر شخصیمه. ببین من یه بار اومدم گفتم ما چی ارائه کردیم در حق این مدیوم، و اصلا هم نیومدم بگم آقا کاری که من، فقط اومدم گفتم آقا من معترض به تک بودی بودن که اگه الان علاج نشه همه غرق شدیم تو سم. منظورم اینه که آقا یک مسیر رو به عنوان آرتیست نباید گرفت رفت. خب من استیتمنت خودمو باید تو آهنگم بدم دیگه. خب اگه تو آهنگم ندم تو کجا بگم؟ همونجا که گفتم باز برای من هی حجمه ای از انتقادات اومد، انتقادات غیر منطقی. من نمیتونم راجع به این مسئله بخوام نظرات شخصیمو خیلی واضح بگم، چون حوصله‌شو ندارم، چون انقدر برنامه‌م پره، انقدر برنامه‌ریزی کردم، وارد یک کدوم اینا بشم از برنامه زندگی میفتم. اما پلتفرم برای درآمده، یعنی نمیتونی بگی چی کار کنه. ببین ما خیلی از راه‌های درآمدی عجیب غریبی داشتیم که من نمیپسندیدم. به نظر من یوتیوب بد نیست. نه آخه یوتیوب وقتی بد نیست که تو اگه آرتیستی در راسته فعالیت هنریت فعالیت یوتیوب کن. ببین در مورد موزیک صحبت کنی الان شما خودت تو یوتیوب خودت چی میذاری؟ ببین نمیشه جنرال راجع به مسائل اینجوری قضاوت کرد. من اگه بخوام راجع بذار من اینو اول بگم، به دنیا من حالا نمیدونم، من اعتقاد دارم دنیای امروز تهران تا حد زیادی با دنیای مدرن آمیخته شده. شما نمیتونی دنیای مدرن رو ندیده بگیری. دنیای مدرن میگه که هر چیز من فکر میکنم تو دنیای مدرن ما موظفیم که هر مسئله ای رو به صورت فردی و خودش از درون خودش نگاه کنیم. جنرال نمیتونیم یهو بیایم یه تیغی برداریم گردن همه رو بزنیم. شما باید بیای بک‌گراند یه آدم رو نگاه بکنی، از کجا شروع کرده، به چه کارهایی مجبور بوده تن بده و رسیده به کجا. خب نمیتونی بگی بده یا خوبه. من حرفم اینه، اون پلتفرم شما وقتی میخوای بری رو نمودار درآمدزایی، این نمودار با شما شوخی نداره، بهت میگه که اگر میخوای رشد بیشتری از تعداد ویو داشته باشی، منبع تغذیت این کاراست، یا یه کارایی باید بکنی.
خصوصا من راجع به کاری که شما گفتی حرف نمیزنم، یه کارایی باید بکنی. خب من نمیتونم یه آدمی که تصمیم گرفته در دنیای امروز بیاد روی نمودار قرار بگیره و اون کارا رو تصمیم بگیره قضاوت کنم، یعنی بگم که آقا غلطه یا درسته. من خودم شخصا اگر چنل یوتیوبم بخوام فعال بکنم و کاری بخوام بکنم، سعی میکنم از فضای سرگرمی که ایجاد میکنم یه مقدار از فضایی که منو مجبور کنه برم سمت هر چیزی که خلاف عقایدم هست دور بشم و بیام بگم آقا مثلا یه بایدهایی و یه نبایدهایی برای خودم دارم، تو این فضا کار کنم. حالا کی میاد بگه که این بایدها و نبایدها مرزش کجاست؟ کی میتونه بگه؟ من مثلا بگم آقا الان من پاچه شلوارمو بدم بالا ویو میگیره، این پاچه شلوار تا کجا باید نباید داره؟ میدونی مرزشو کی میگه؟ هر کی یه چیزی ممکنه راجبش در ما نمیتونیم راجب اون کلی در نظر. شخصا خودم فکر میکنم که نه، من سعی میکنم هنرمو بیشتر نشون بدم، چون احساس میکنم دارم کار هنری میکنم و فهم میکنم که باید هنرمو تو اون فضا منعکس کنم. امیدوارم برای شما هم جذاب باشه. بسیار عالی. من به نظرم که یه تنفسی بدیم فکر کنم شما هم یه ذره خسته شدیم. خسته شدیم؟ خسته نشدم. نله بودین تمام برنامه. خب یه استراحت بکنیم. شماهایی هم که دارین طریق یوتیوب برنامه رو تماشا میکنین، لایک و سابسکرایب و اینا یادتون نره. تو لایویم الان؟ نه بعدم میبینن دیگه. چرا لایو نمیذاری؟ بربریم برگردیم میخوام بذارم. ایوه میریم برمیگردیم. خیلی 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 منو توی جمعت ببینی نقده یه چیزی و میگم میرین روش همه ایکیپی. حالا این ایپاپ شده تهدید، من سوال دارم راجبش ما چیه رای کردیم؟ این بحران واقعا فاحشه، ما ایم که داریم تأثیر به خوراکا و ذائقه تو کوچه علی جبیم با او باشم کاسه حیف دست و بالم و بست اخلاقی یا تگه چیزی نمیگم فکر نکن اق با این ناس بایه نیم نگاه فنی بگو چیه رای کردی. من یه بخیم رو هرچی نیشه باز مشقی خود سانسوری تو من یکی عقلم فول جوازی و میخوام که حرفم و عوض نکنه قلمم پره هدفم مهم تازه آپلودم صد صد شده قول میدم نیمه تاریکه من سمی تر از مالم از ولی فقط واسه منم باور کن غریزم هم داره ارتش ولی فقط واسه منم نه کس دیگه منم مثل تو بودم یه روزی پریدم خواب عبد عقلم رسیده و تمی کردم واسه رپم زدم به ریشه عدقل یه بار بکن تو به هدف منم فکر من موضوعی خوندم گفتی به نظرت غلطه چند سال نقاشی شدیم که یه منظر بلده بهتر از همه میدونم این ستم زده سنته موترز به تک بودی بودن که اگه الان نلو جشه همه قرد شدیم تو سم این سایی با جدید تری نگوری تو من در رو رسیدم برم باید رپ و زب کنی تو من اینجا من تو رو از من و خودم و اصلا میدونم پس شیرین بازیتون ضرره با سنسونین خونم. خب رفتیم و برگشتیم و با ادامه مصاحبه ما با سینا سایی در خدمت شما هستیم. تو این تایم برای شما یه چشم هم زدن گذاشت، ما اینجا داستان ها داشتیم، نیم ساعت اینجا داشتیم گپ می‌زدیم، حرف می‌زدیم. کاری ندارم. پس سینا زیر بار یه سری چیزا نرفت. آره. این بعد. خب، برگردیم به مصاحبه‌مون. سینا تو بعد از جداییت از گروه تیک تاک، حالا جدایی غیر رسمی در اصل منظورمه، یه تغییر خیلی عظیمی توی کاراکترت شد و میتونم بگم در رأس اون تو سه تا ترک داری که باعث شده حالا به هر دلیلی خوب یا بد این سه تا ترک زمین ساز بشه که تو سیبل انتقاد قرار بگیری، مثل ترک دمشگر، مثل ترک شیرینی ترخیصی، دمم گرم آفرین، مثل دمم گرم شیرینی ترخیصی و همتیمی. چرا؟ چون میگم که خب
سینا سایی داره در مورد یک سری مسائل خیلی ساده میخونه، به قول خودم در مورد مسائل سطحی داره میخونه. یعنی میگن سطحیه این مسئله؟ من اینو شنیدم آره. چرا داره اینجوری میخونه؟ نکنه جواز میخواد بگیره؟ نکنه فلانه؟ یعنی چی؟ داستان چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ دوست در مورد حاشیه هایی که در مورد اینا اینا رو که صدا میاد؟ بله بله اینا رو که نمیدونم. یعنی حرفایی که خب میزنن که من که مسئولیتی نسبت بهش ندارم، ولی راجع به خودم من معتقدم که باید اون چیزی که درون زندگیم اتفاق میفته رو تو اصلم بیارم دیگه، کار دیگه ای که اصلا تا حالا مثلا داستان انتقاداتی که مثلا به طرف که دمم گرم رسیده بسام به گوشت نرسیده؟ رسیده آره. خب. نه اونجوری که به تو میگی نه، به من مثلا میگن که حالا مثلا ایول مثلا دمم گرم مثلا میگه همچین چیزی بهم میگه، ولی خب من حسم یه حس متفاوتی بوده. من داشتم تو اون شرایط کرونایی یک احساساتی رو تجربه میکردم و بخشی از این احساساتم هستش از اونجایی میومد که یه کادر درمانو داشتم، هی خودمو میذاشتم جای کادر درمان. خب میگن خیلی پاپیولاره، خیلی به صورت خیلی به صورت مستقیم داره این قضیه بیان میشه، خیلی مثلا چه میدونم به قول خودمون یه اصطلاحی میگن که حالا من خیلی با این اصطلاح موافق نیستم، میگن عوام‌گرایانه است. حالا اینکه کلمه عوام‌گرایانه اصلا یعنی چی خیلی بحث داره. همه ما تو درون ذهنمون خیلی یه بخشایی داریم که با همه آدما مشترکن، ما میتونیم اونا رو ندیده بگیریم؟ خیر. پس منم ندیده نگرفتم. دلیل بر این نمیشه که وجوه دیگری در ذهن من هست نیست که مربوط به وجوه. من یه وجوهی دارم که با همه مردم مشترکه، یه وجوهی هم دارم که فقط برای خودمه. حالا کرونا هم یه پدیده‌ای بوده، یه اتفاقی بوده که برای همه مردم اتفاق افتاده، درون من یه اتفاقی افتاده که دلم خواسته اون رو با زبان رپم، با زبان تخصصیم به نمایش بذارم و ببینمش. خب این حالا هر کس، میگم هر کسی میتونه هر برداشتی که میخواد داشته باشه. اگر داره انتقاد میکنه باید ابعاد دیگری از این اثر هم ببینه. یعنی نمیشه این انتقاد نیست به نظر من که بیا بگی عوام فریبیه. مثلا عوام فریبی چه به چه درد من میخوره که من بخوام؟ میدونم در عوام فریبی منفعتی برای اون فرد هستش، ولی من منفعتی برای من اگر میخواستم ببین، من اومدم توی فصل اول مثلا اومدم میگم که برای 8 سال پیشه، میگم میتونم کودکی باشم که فقط حرف بد میزد، یا بالغ میلیونری که ترک تحصیل کرد، میتونم پزشکی باشم که میگیرم دست مریضم که لطفه، یا سربازی که تو صف ترخیصم 3 نقطه. وقتی میام سربازی که تو صف ترخیصم 3 نقطه 8 سال پیشمو میام تبدیل میکنم به شیرینی ترخیصی، دارم عرض اندام میکنم در اصل. یعنی دو وجه داره، یکی اینه که بگم آقا من در سربازی اتفاقاتی درون من به وجود اومد و دوست داشتم اینو ثبتش کنم، لذت بردم ازش، یکی اینکه بگم سینا سایی میتونه یه مصرع بگه و این یه مصرع رو تبدیل به یک آهنگ بکنه. خب پس رجز خونیم هم کردم. آخه الان مثلا سربازی زدی، الان یادم آده مثلا آخه پروسه سربازی پروسه که تعارف نداریم دیگه، اعتراض آمیزه. خب طبیعتا خیلی اکثر مردم با پروسه سربازی مشکل دارن و این قضیه میتونه تو رو مورد انتقاد قرار بده که چرا این سبک نگاه به سربازی. من حقیقیه کارم، من رفتم سربازی، اگه میتونستم نرم که نمیرفتم. کسی هست که بتونه نره؟ میره مثلا امکانش وجود داشته باشه نره، بعد بگه نه من میخوام برم سربازی، خودمون رو گول نزنیم. من مجبور بودم که برم، اگه میتونستم نرم نمیرفتم. حالا من رفتم، تو این شرایط قرار گرفتم، با غر زدن من کاری حل میشه از شرایط من؟ تو اون فضایی که هستم، بیرون از اون فضا همه دارن رشد میکنن، من دارم یه کاری میکنم جدای استعدادم، جدای برنامه ریزیم، جدای فضای فکریم دارم میکنم. آیا با غر زدن چیزی این وسط درست میشه؟ این دوباره حالا حاشیه ساز میشه که گفتی با غر زدن آیا چیزی حل نمیشه؟ قطعا شاید مخاطب. نه من اینو نمیگم. ببین اتفاقا همینه، من میام میگم من نمیام بگم اون چیزهای دارکی که وجود داره رو نبینیم. من تو شیرینی ترخیصی اتفاقا راجع به اون چیزهای دارک هم دارم صحبت میکنم، ولی ویژگی اون آهنگ اینه که میگم اینا هست، من چه واکنشی نسبت بهش نشون دادم. اگه من بیام بگم اینا نیست و من توی باغ بغلیه ام، اون یه بحثه که الان جای صحبتش نیست. ولی من تو اون حسی که داشتم اومدم گفتم آقا من اینجا هم، همه دارن بیزینس میکنن، همه دارن پیشرفت میکنن، من باید وایسم. مثلا تجربه سخت من این بود که درست. من میرفتم تو صف سربازی، مثلا خاطره باحال بذار بگم، یه بار واقعا صف روبرویم بغلیه زد تو شونه بغلیش گفت سینا سایی تو این پادگانه. من داشتم نگاه میکردم، اون برگشت گفت گفت همه خدا صبح دیدمش تو این پادگانه. بعد من یه زدم روشونش گفتم راست میگه.
یارو برگشت من نگاه کرد ریجی نگاه کرد گفت خودتی میده این با حاله مثلا اینو مثلا حال میکنم ولی همون آدم یوهو میاد بلند جلو سرهنگ میگه داداش ریسش کن حال کنیم خب من چیکار کنم اون شهره اون آدم اگه داریم برام رو میبینی ناراحته این چه کاریه که نه من اصلا اینه میگم این زیستم تو ببین رپ یعنی چی یعنی به نظر من اون فضایی که داری زندگی میکنی تو بله بخش قبلی هم خب من دارم اونو منتشر میکنم دیگه چی نکنم فهمم اگر من یادم مثلا سوپر بیلیونر بودم که از یه ساحل میرفتم توی یه کشتی از یه کشتی میرفتم قطب شمال اینا اونا رو میگفتم اتفاقا اونو باستاپ میدادم خب الان اون بوده اونو گفتم این معنی اینو نمیده که من اگه نمیرفتم سربازی یه بحثه اونو میگفتم میتونستیم باز بحث بکنیم باز اونم یه سبک اثر هنریه ولی رفتم خودم رو نشون دادم لذت بردم ازش صحیح. از اون فضا توی دمم گرمم هم همینطور وقت قدرت نمایی هم کردم تو رپ تو میتونی قدرت نمایی کنی من گفتم آقا وقتی میتونم سربازی باشم که تو صف ترخیصم میتونه تبدیل بشه به یه آهنگ برای من منی که به اصطلاح نویسندم این قابلیت رو دارم این کارو بکنم اگه میگم پزشکی که میگیرم دست مریضم میتونه تبدیل بشه دمم گرم و دمم گرم دو وجه داره دمم گرم فقط برای کادر درمان نیست هنوز که هنوز مردم برای من میفرستن تو شرایط سخت دارن حال میکنن باهاش و این وقتی که از درون من میاد میره به درون مردم میشینه طرف میگه آقا من تو شرایط سخت زندگیم این آهنگت مثل تراپی میمونه برام من احتیاج دارم به خودم بگم دمم گرم احتیاج دارم به خودم انرژی بدم شما تا حالا از خودت تشکر کردی خیلی حس خوبیه من یه روزایی که کمر درد داشتم وقتی که به خاطر دیسک کمرم پیاده روی میکردم از بدنم تشکر میکردم گفتم آقا دمت گرم اونو دارم باستاب میدم توی اون فضا حالا تیم ملی هم همینطوره من واقعا فهم کردم آقا حتما من باید پوست باشم موهای درد داشته باشم بعد بیام راجب تیم بسکتبال بخونم بگم واو چرا خفن آقا من این شکلی هم راجب تیم فوتبال هم میخونم چرا؟ چون اون موقع دغدغه دارم که بچه های تیم ملی دیگه تو شرایطی هن که اکثریت دارن راجب این حرف میزنن که آقا تو میری میبازی من وقتی میرم تو اون شرایط خودم رو میذارم میگم احتیاج دارم یه چیزی الان منو بوست کنه اون درون من داره اتفاق میفته و واقعا وقتی من اون آهنگو درست کردم برای بازیکن تیم ملی گذاشتم اولین بار برای کی گذاشتی؟ شاید دوست نشد موهای تنش سیخ شد خب این کار کرده دیگه و اگه کار نکرده پس به نظر من دیگه از چه اثر هنری چه توقعی ما داریم افهم. من به اهداف خودم رسیدم شو بگیم دیگه و حالا یه سوالی برای حسن ختام این ماجرا تهران خدمت کردی؟ نه خب مرسی ارتش آره اونجایی؟ قشنگ کجا میگه؟ عرض شد به خدمتتون که من 10 یا 11 خب بپردازیم به دو تا آلبوم از تیک تاک برای اینکه یه ذره فضا جا به جاشه ذره من سوالا رو به هم ریختم با اجازتون یه آلبومی روی اون سایت های قدیم ببخشی داشتن کامیسون بود یادته به اسم بچه ارشد قرار بود از تیک تاک بود و هیچ وقت نیمد من فوسیلم تو رپ فارسی فکر میکنم بنر سایت رپ یه چیزایی میگم که دیگه هیچ کی یادش نمیاد چی شد اون آلبوم؟ کنسل دیگه ولی با حال میشه یوهوی آلبوم بیاد بچه ارشد همه تون با هم ببرو و طبیعی باش و کلاش کلاش رو تو همین جایی که شما نشسته بودی نشست توضیح داد که یک دیگه دست مرتب برای رسی که گفتش که من داشتم یه روز بنزین میزدم تو چیز توی پاستا این قسمتاشو دیدم یا من چون نبودم نمیدونم آره بعد شما کی عد شدی به آلبوم یعنی ایده رو از اول داشتین که با امیرعلی کار کنی آره دیگه بعد یه امیرعلی رو پیدا کردین و بعد پیدا نکردیم ما با هم دوستیم دیگه بعد حالا خشیار مثل این که باش حرف زده بود ولی منم نظرم این بود که بکنیم یعنی یادم میاد که با امیرعلی راجع به این حرف زد بعد ببین دو تا از سریع ترین آلبوم های پرژن رپ ها کلاژ و طبیعی باش یعنی شبین چقدر طول کشی شبین میکس مسیج کرد کل پروسه طبیعی باش سفته 3 هفته ما آلبوم جمع کردیم در مجموع در 8 هفته شما آلبوم زد بله دو تا آلبوم مثلا کلا ما 2 ماهه 2 تا آلبوم زد یعنی ببینید ما شعراش از قبل حاضر بود
نه بابا ما نوه ما میریم توی خونه میرفتیم آره میرفتیم توی خونه اونجا آلبومو میترکوندیم یعنی طبیعی باش و کلاژ این اینجوری اتفاق افتاد طبیعی باش حالا یه چیز جالب راجع به طبیعی باش بگم من که کورس طبیعی باشو نوشتم خیلی صورتت صاف کاری نقاشیه برکن عزیزم این حرفا چیه طبیعی باش طبیعی باش طبیعی باش خب اینو که نوشتم خیلی حال کردم باش و گفتم این دیگه خودشه بعد یکی دو ماه که نگاش کردم گفتم اگه اون بند خدایی که دفعشو عمل کرده اینو بشنبه چه حسی بهش دست خیلی خواه. ناراحت میشه دیگه بله بعد اومدم به گروه گفتم که آقا اینو نخونی حالا اونا هی میگفتم با به این باحالی چی میگم میگفتم ناراحت میشه میگفت خب ناراحت میشن ولی آهنگ اونقدر مثلا حالا من هی اصرار که ناراحت میشن و اونا که چیزی که خودت نوشته بودی و میگفتم آره دیگه واقعا احساس کردم که اگه یکی خب ببین من بعد مترم برای زیبایی و این کارا فرق کرده بود یه موقع میگفتم نه مثلا من تو تکستم میگم تو بچت شبیه سیبین که وسط له شده میدونی یعنی هیچ شباهتی با هم ندارید اگه تو همه چیت خوشگله بعد بچه دار میشی شبیه یه زیبایی دیگه ای داره شبیه تو نیست بعد تو این فضا میگفتم آقا نکنیم این کارو اینا آهنگه میمونه هر کی بشنوه بعد بله مون دیگه ناره بعد تو اندرزگو همه میرفتم بغل ماشینا اینو زیاد میکردم من دق میکردم سه تا دختر توی ماشین بودن اینا میرفتن هر 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 میخندیدن بهش میگم تاثیر داره کارو و این که چرا سیناسایی هنوز آلبوم سولو نداره یا داره در آینده نزدیک ببین من خب نرسیدم دیگه یعنی دارم در آینده نزدیک یه آلبوم دارم و به شدت بهش امید باشه چقدر نزدیک بچه ارشد نشه نه نه تا ته 401 به افتخار سیناسایی اینجوری که شیروین نگاه کرد انگار خیلی زودتر قراره بیاد حالا ما اصلا ببین ما امسال میتره کنیم خیلی کار داریم بریم سراغ بحثای همیشه جذاب یک ساعت به زیر زمین تو خودت تو جز کدوم یکی از جریانهای هیپ هاپ ایران میدونی؟ الان خوش میدیم بعد این سوال الان تا قبل الان آه جالب شد الان قبلش جفتشو برامون توضیح بده اصلا جریان ها رو اصلا بگو خود اصلا شهری دیگه ما هممون داریم تلاش میکنیم اتفاقای باحالی بیفته بله به هر حال داریم تلاش میکنیم من از اول چند بار شما لطف کرد نه داریم تلاش میکنید بله. منم دارم تلاش میکنم بچه هم دارم به نوبه خودشون داریم وقتی ما نمیتونیم کنسرت بذاریم به اصطلاح آندرگراندیم به نظر من وقتی نمیتونیم بفروشیم سی دی وقتی نمیتونیم رو بیل بورد باشیم به اصطلاح بهش میگن underground به نظر من دیگه بحث نمیمونه هر کی این کارا رو میتونه بکنه میره تو کاتگوری تازه این یک ترجمه به نظر من یه تیم باید تشکیل بشه راجع به این بشینه به فلسفه یعنی این فلسفی چون دن ترجمه قشنگ تحت لفظی شده باشه ترجمه از غرب این میدونی اونجا حالا ما یه فضایی داریم که یه اتفاقی میفته یه سریا میشن underground یه سریا میشن مثلا mainstream ما باید ببینیم ما فرهنگی که اونجا هست شما این علمیه نمیتونیم بگیم ایرانی وجود نداره شرقی وجود نداره غربی وجود نداره شما داری ایرانی زندگی میکنی وفا من اینو توی مصاحبه بچه نیمچه مصاحبه بود مثلا 10 سال پیش تو مستند رضا پیشرو گفتم یا اگه اشتباه همون بود نمیدونم یکی همون پرسید میگن شما رپ غربی میخونی پشن پاپاراتسی نمیدونم گفتم چرا رپ من تو کوچه خیابون ایرانم مادر پدرم ایرانیه رفیقام ایرانین مدرسه‌ام ایرانیه دارم تو این فرهنگ زندگی میکنم اینو نمیتونی بهش بگی ایرانیه بگی غربیه من دارم ایرانی کار میکنم الان ببینم همینه این به نظر من این چیزی که تو میگی یک احتیاج به یک تفکر عمیق داره اگر وقت بکنن که بیان بگیم آقا این آندرگراوند و مینستریمی که داره از اونجا میاد اگر میخوایم تحت ورد بای ورد میخوایم ترجمهش بکنیم یه معنی میده اگر میخوایم فرهنگی لیترال میخوایم ترجمهش بکنیم این یه معنی میده و باید ببینیم اینا همکاسه هستن ولیوشون یکی هست خب پس قضیه چی بود تو گفتی قبلمو میگی یا الانمو میگی ببین ما داریم قدم برمیداریم برای این که بتونیم ببین من خودسانسوری ندارم ولی امروز اینجا این باعث افتخار منه داریم امروز یه کارایی میکنیم با هم دیگه یه حرکت های مثبتی استپ با استپ شاید بتونیم کنسرت بذاریم ایشالله شاید بتونیم اجرا بذاریم دوست دارین کنسرت سیناسایی بریم آقا فقط هم من نه میدونی کلا
کلن پرژن کامیونیتی اگه بتونه اصلا هیپ هاپ ایران اگه بتونه تو این فیلم چقدر شکوفایی توش وجود داره تو همه زمینه ها چقدر نسل ما میتونه هر کدوم از این آدم ها میتونن یه جایی از هیپ هاپ بیزینس کنن هنری برخورد بکنن روش کنن زندگی کنن و بزرگ بشن هممون تو همه شاخا چرا که نه نظر من شدنیه ولی آروم آروم پشت به پشت هم سنجیده نظر من درست میشه بدون خودسانسوری نکته کلیدیش اینجاست خیلی هم عالی قمی که مستقبل رو ادامه بدیم یه تماهنگی من و علی خودم با هم انجام بدیم علی چون در مورد سال 13 و 14 شون سینا دامجوش صحبتی های مافره حضبش کنی آره دیگه آره. خب تو جدا از فعالیت های هنری که در قالب رپ داری توی زمینه های دیگه هم فعالیت کردی یه اجرای تئاتر داشتی الان میدونم که کاری تدریس انجام میدی برام توضیح بده اصلا تجربه فعالیت توی زمینه های دیگه هنری چطوره از تجربات راضی بودی و اصلا چی شده که این زمینه رو تجربه کردی تئاتر هم کردی این قضاست که من وقتی جلو دوربین میخواستم برای رپ هم برم احساس کردم که سوادم کمه خواستم خودم رو بیارم بالا گفتم خب تنها سورسی که ما تو تهران الان داریم کلاس‌های بازیگریه یعنی من برم ببینم رابطه یه بازیگر با جلوی دوربین چیه پس تو آکادمیک رفتی و کار کردی نه اونقدر متاسفانه طول نکشید رفتم ببینم بازیگر از طریق دوستانم که تو این زمینه بودن پرسجو کردم یک مثلا فضایی بود که می‌خواستم برم ببینم آقا دیدم یک کلاسی به اسم بازیگری جلوی دوربین خب گفتم این به کار من میاد این حتی اگه تو فاز بازیگری صدا سیماست بازیگری سینماست ولی یه چیزی به من میده که ولی من بتونم ولیوشو کاری ندارم من یه چیزی اون تو میگرفتم ببین من تو دانشگاه هم همینجوری بودم یعنی میرفتم استاد رو انقدر سوال پیچ میکردم چون میگفتم دیگه اومدی یه کاری بکن یه چیزی برات بسازه تو اونم همین من یه چیزی از اون میکشیدم بیرون اون دریچه ورود من به تئاتر شد که با کارگردانی آقای کیومرث مرادی یه دست برایشون بزنیم بسیار مرد بزرگ و جذابیه ایشون واقعا آموزنده بود همکاری با ایشون یعنی یه فضایی برای من به وجود اومد که تونستم اینو ممنونشم دیگه بله. رفتیم تو کار و یه همتیمی های خوبی پیدا کردم یه رفیقای خوبی تو اون تئاتر پیدا کردم که هنوز باهاشون رفیقم اونا هم اتفاقا من و شما سایی هم دارن قدم به قدم میرن جلو و هی دارن بهتر و بهتر و بهتر میشن یعنی چیزی که برای من داشت از اون تئاتر اینه هنوز وقت نکردم وارد فضای جدیدی باشم دوست دارم تئاتر موزیکال کار کنم دوست دارم یه فضای موزیکالی باشه که بتونم رپ رو درونش بذارم و اجرای مفصلی باشه که اصلا دیالوگا همه با رپ باشه خیلی خفن میشه تدریس چطور تازگی شروع کردی؟ تدریسم من 4-5 سال به صورت خصوصی بدون اینکه اعلام بکنم من با بچه‌هایی که دوست داشتن رپ رو هی تست میکردم آدمایی که تحقیق میکردم ریسرچ بسیار شدیدی کردم راجع به این تدریسه که امروز که الان اینجاییم یه دوره رو دارم برگزار میکنم به شدت مفیده هم برای خودم و هم اگر حرف مثلا بی خودی نزده باشم من واقعا دارم پیشرفت و توی بچه هم میبینم چند تا الان؟ نمیتونم بگم آره ولی پیشرفت رو دارم میبینم علاقه مندیشون رو میبینم بزرگ حالا بریم جلو ببینیم چی میشه و برای خود منم اتفاقا چیز من شاگرد 14 ساله داشتم شاگرد 35 ساله هم داشتم هنوزم ثبت نامی میگیری نه وقت نمی کنم و اصلا پدرمو در آورده اینقدر سخته واقعا چون باید برم مغزمو کامل بذارم برای این داستان ولی همینو من حالا اطلاعات بیشترش اصلا چه شد و چی شد و خودم تو اینستاگرام هم حتما اعلام میکنم خب بریم سراغ همکاریای سینا سو یاد بگیری من نه ترک کردم اصلا شروع نکردی ترک کردم خواستید من از اول تو ذهنم بود باید برنامه بسازم این آدم های عجیبی هم واقعا تو این رپ اگه کسی باشه که مثلا بگه من دوست دارم کارگردان ویدیو کلیپ رپ رپر نشم من دوست دارم بریکینگ کار کنم من دوست دارم دیجی بشم من دوست دارم ژورنالیست بشم بله توی خیلی مهمه هیچ تا حالا به این فکر کردی؟ کیا به این فکر اصلا داریم اینجا کسایی که دوست داشته باشن تو هیپ هاپ کار بکنن؟ نه بجز رپ دیگه بجز رپ خوبه یکی تون شانسی مثلا شما اون تهیه دوست داری چی کار بکنی تو رپ؟ چی؟ یعنی میوزیک پروڈاکشن عالیه یکی دیگه کی بود شما؟
عالیه. من چقدر خوشحالم شما رو دارم. بگو. ایوه. دیگه. راجب شاخه های ایپاپ میدونین؟ میدونین که ما بریکینگ داریم که بی بوی ها و بی گرل ها، اصلا بی بوی فرزین یه به افتخارش دست دوباره بزنیم. گرافیتی آرتیست داریم فرهاد همیشگی. و دی جی داریم که کار دی جیینگ میکنن که هنوز به اندازه MC و دی جی به اندازه بی بوی توی ایران دیولوب نشده، ولی هستن افرادی که دارن این فضا رو انجام میدن به اسم جبار. من یکی رو میشناسم. بله بله بله. دی جی سایفر روک یک. بله دی جی سایفر ما هم جبار بود. دی جی سایفر بچه هم همینطور. و رپر ها که سینا سایی رو میدونم، نمیدونم میشناسین یا نمیشناسین. ببین این همه میگین یه ساعت با زیر زمین سمت خدا افل، اصلا این خبر نیست. محبوب‌ترین واژه. بله بله دست شما درده. بریم سراغ همکاریات. چهار تا همکاری داشتی. پایا، لیتو. با لیتو من خوندم؟ بله. یه جای تاریک. نخوندم. چرا؟ برو بالا بیا پایین. نخوندم. انقدرم ناراحتم که یعنی اون موقع نرسیدم. آه تو اون ورس نداری؟ نه. دیدی؟ آره تو آلبومه ولی ورس نداره. تو گردن نگرفت یه دستی رو زدی. ببین آخه چون مهمونی خودمونرم قرار بود باشی، تو تیزرش هم بودی، بعد که اومد بیرون یه سینای ماف... یه سینای دیگر رو گذاشتن جای تو. سینا مافی رو گذاشتن. مهمونی خودم رو تا خواهی لحظه قرار بود تو هم باشی یادمه. من یه کارهایی پیش میاد برام. نه واقعا من کم سعادت، حالا کلیشه است ولی واقعا دوست داشتم باشم. کم سعادتی یه اتفاق یا از این میاد که دوست دارم شاید مثلا وقت بیشتری روی کار بذارم، بعد که میبینم اون وقت رو نمیتونم بذارم اینجوری میشه. نمیدونم شاید ام جی و امیرعلی ایتو. خب شد پایا ام جی ایتو. خب چی توی این همکاری ها کدوم همکاری بیشتر از همه دوست داری؟ ایتو رو که خب 100% من آلبوم پیشو. او با پیشو هم کار داشتی راست میگی. پیشو جدیدم هست. دو تا کارم بود تو آلبوم رضا. تو دو تا کار داشت. تو یکیشم تا یه هفته هر جا میرفتیم دعوا بود برای یکی شد. نو؟ والا دیگه. چی شده بابا؟ سر یکی از فیتات با رضا تا هر جا میرفتیم دعوا بود. جنست نیست. آها جنست نیست. چرا؟ یادت نیست بگی؟ نه. آها آها بابا من اون ورسو قبل این ماجرا نوشته بودم. خب به نام خیلی تام شد. اشکال نداره استفاده کنم. کدوم هم کاری؟ ابلاغیه صادر گردید پس. چی؟ میگم ابلاغیه صادر گردید پس. چه میدونم من نمیدونم. ولی تو جریانش خیلی نیستم. خب الان دوست داری با کیا همکاری بکنی ولی تا حالا نشدش؟ ببخش. با همه بزرگای رپ فارسی که دوست دارم کار بکنم، ولی الان واقعا دلم میخواد بیشتر وقت بذارم رو سینگلای خودم. رو سینگلای خودت. خیلی ایده دارم، خیلی فکر کردم، خیلی هم منتظرم که امیدوارم خوشتون بیاد دیگه. یعنی دارم توربو زدم، میخوام یه کارهای عجیب غریبی بکنم. خب حالا درسته که برنامه رو سینگله، ولی به فرض اگه میخوام ببینم تو ذهن خودت چیه، چی تو فانتزیت بوده همیشه برای همکاری خفن؟ کدوم آرتیست، کدوم کاراکتر؟ ببین همه با حالن. نکن من بهت بگم اکی همه رو دوست دارم، از هیچ کس بگیر یاس بگیر، اینا اصلا آرزوم ها همشون. چون اون موقع که اینا داشتن ستونای رپ فارسی رو میذاشتن، من داشتم یه فضای یاس، هیچ کس، عرفان. آقا بذاری خودش بگیر بچه ها یه ذره لطفا. تو یاس، هیچ کس، عرفان، بهرام، نمیدونم همه این وقت رو واقعا دوست. ابلیس و اینا همش برام چالشه. بله چون صدام اصلا میبینی نمی، شاید خیلی سخته کنار اینا. بعد هر کدوم اینا یه ولیوی بسیار بالایی دارن. من یه بار این خاطر است، من یه بار توی استودیوی شروین بودیم فکر کنم که اگه اشتباه نکنم حسین هم بود. آره بعد من یه بار این کارو کردم و دیگه هم نکردم. تو ذهنم یه آهنگی داشت ریکورد میشد یا داشت میکس میکردیم، گفتم من چه جوری میتونم یه ورس بغل این داشته باشم. این داشتم تو ذهنم تخیل میکردم، انقدر صداش توی جای دیگه یه، من اونجا به نتیجه کم پیش میاد به نتیجه نرسم اونجا به نتیجه. به خاطر همین اینا همه رو دوست دارم و برام چالشه. میدونی این همکاریه چه، مثلا با رضا همکاری کردنه واقعا باحاله. میدونی با حرف میزنی آقا فلان به موزیک ورس اینجوریه، میخوایم این کارو بکنیم، اینو هستی اینو پای میدونی
تجربه برای من خیلی جذاب. ایول با همشون دوست دارم کار بکنم. بهترین اثرت اگه افتخار بدن آقا بهترین اثرت از نگاه خودت کدوم بوده؟ برادر بزرگترم گفتم ای برادر بزرگتر علک مثل هوشنگ گرفت نخندیدی بخند خواهش میکنم. یه دونه آهنگه به اسم کوچ میاره یس. بله من فکر میکنم که بهتر مرسی بهترین آهنگم فعلا اونه در حال حاضر اونو خیلی دوستش دارم شو بهترین ورسیه که تو کل زندگیم نوشتم. راجب هر روز نشیدم. و اگه برگردی عقب اثری هست که از انتشارش پشیمون باشید؟ نه. بچه ها. نه. بچه یه ذره فقط سکوت رو رعایت کنید. برسی. اون یکی گفت شیطونک کی بود؟ تو اکی داری اینا رو گوشه؟ منم داشتم چون نمیخواستم. اصلا اون اسمش اون نیست. دزدی اومد بیرون. نه بابا اون اصلا من مشقاییه که منم اصلا قشنگ میرفتیم استودیو مینوشیم. یکی برداشت یه اسمی به دید خود. یه زمانی هر روز یه کاری از تیک تاک لیک میشد. بله. خیلی هم تاثیرگذار بود. دستش درد نکنه. جوابت یادت نره. یه اثر قرار بود حذف کنی. یه دونه اجرا هست. انقدر عرق میکنه وقتی نمیشه. نه بابا یه لباس زرد پوشیدم توی استدیو. میدونم دوستش دارید ولی من نگاه میکنمش اصلا شرم میگه جنبشو داری ولی من میام رو بیت فلان اینا. نمیدونم شما اینجا این جزء اون دسته چیزاست که میگم ما میذاریم تو اینترنت شما ندارید چانس آوردید. ما گذاشت من تو ابد اونو نگاه میکنم شرم یه جور نمیدونم دارید یا دارید از من چند بار حتی یه سری خاطره ها هست که یادش میافتید دلت میخواد زمین دهن وا کنه بری تو گاز بگیری زمین. من خوبه این که ویدیو نمیدونم حالا همه هم میگن خوبه خیلی خوبه ولی اون به من این حسو میده نمیدونم چرا کلمه یه جوری بادی لنگویجی اونجا یه چیزیه که فقط خودت میفهمی یعنی میتونم به تضمین بدم که طرفدارات خیلی اونو متوجه بگذار. خب عرض شود به خدمتت که انرژی تو بیار بالا. من خیلی انرژیم بالا عرض شود به خدمتت که نداشتم میدیدم کدوم سوال رو برای معراج نگردم چون سوال نامون دوباره به امری سایی رو همه به عنوان یه رپر خیلی تکنیکال و خیلی قوی و کیلینگ بیت و اینا قاتل بیت کیلینگ بیت حساب میکنن و به نظرت سینا سایی خودش به عنوان یه رپر خیلی تکنیکال رپ فارسی توی چندین سال اخیر از لحاظ فرم پیشرفت کرده همون قد که تو محتوا داره پیشرفت میکنه منکر این که محتوا خیلی پیشرفت کرده که نمیشه نه نمیشه آلبوم های خوبی اومده راجب فرم هم نمیشه نه بله پیشرفت کرده و خوبه خیلی پیشرفت کرده قبلا یکم مسیر اون فرق داشت احساس میکنم خیلی یه بازه بودش تو تاریخ آلبوم های خیلی خوبی اومده ببین من تعادل بین فرم و محتوا رو میپسندم یعنی هر جا یه خورده اگر رپر قصد داشته باشه با عمد این کارو کرده باشه اونو حال میکنم باشه ولی اگر ندونسته این تعادل به هم رفت بریزه حال نمیکنم و نمونه هایی به نظر من در سالهای اخیر رپ فارسی وجود دارد که این توش باحاله هستش بالانس میتونید یه ترک اسم بری؟ ببین من خب آلبوم هیچ کسی که گوش دادم اینو حس کردم آلبوم سورنا رو که گوش دادم اینو حس کردم آره نه این آخریه که بود گوز بعد نوسکولا و جدیدایی که دارم میبینم فرماشون به شدت باحاله چند تا آرتست محبوب جدید تو بگو اتفاقا خوب شد بحث رو باز کردی بچه های جریان جدید کیا رو دنبال میکنی؟ من هیچ گفتی یه سریاشو میبینم جذابه میشنم باحاله من... اصلا به اسم نمیشناسی برنامه شما رو دیدم دیگه اصلا قسمت اولتون بچه‌ها با سروشی پاپولوژیست و اشکان کاغان داشتی اون فرم دریل دیگه اگه اشتباه بله 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 به افتخارشون دست بزنید به افتخارشون بله صحیح خیلی منو یاد سال 90-91 خودمون میندازه یادت که اون دوره اومده بودیم آره حالا امیدوارم که پیشرفت بکنن تو کارشون فضای دریل دیگه اون الان دارن دریل کار میکنن حالا من نمیدونم المان هایی که دریل رو میسازه الان دقیقاً چیه بیس لاین یا درام کیت یا مثلا چیدمان کی بود میوزیک پرودوسر بود دوستاش میوزیک پرودوسر بشه اینجا رو داشته باش شروین
فکر کنم به خاطر های هات هاست. های هات و باسه درسته، ریتمی که های هات. تویتش تقریبا مشترک با ترک تقریبا. همون اپروچ هم داره. های هاتش داره خیلی ریتم جذاب. ولی لیریکال متاسفانه فلو ها یک جوره. یعنی اگر بخوایم از لحاظ فرم نظر خب باید اینم در نظر بگیریم جریانش خیلی تازه است تو ایران دیگه، حالا کار داریم باید ببینیم چه اتفاقی باشه. آره مثل ترپ 4 5 سال اومد کار کرد تموم شد. آره حالا دیگه همینه دیگه اینم آره. خب یه سوال خارج از بحث، شهرام شپره رو دیس کردی؟ بله. چرا؟ با اون دیگه چی کار داشتی؟ چراشو که میدونیم. من با کی کار دارم آخه؟ اون موقعی حالا من با یکی یک کاری داشتم. نه یه زمان هر روز تیک تاک دیس میشد یادتونه شما؟ بله ما آلبوم داشتیم الان هم هست ولی ما اولا بودیم که اولیا بودیم. خیلی با آلبوم دیس در قشنگار خودشون شیر میکردن. فیسبوک میذاشتیم. شهرام شفره رو یادمه. ببین اولا که داداش شاکری ما پرچمت بالاست ارادت من، ولی اون موقع یه کاری کرد من 24 ساله واقعا تحت تاثیر. ببین تریبون به نظر من مسئولیت داره. بله. شما هر جوری که هستی نمیتونی، نمیگم خود سانسوری کنم، میگم ملاحظه کن. حالا باز مرز این حساسه، من راجع به مرزم صحبت کردم، اما این آدم میتونست یک وجهه خوب هیپ هاپ و رپ فارسی رو ببینه و بیاد بزرگش کنه، بعدن هم راجع به وجه منفی حرف بزنه. چون این آدم به عنوان کسی که اومد تریبون داشت اومد فقط گفت اینا همه قاچاقچی هن، معتادن، متجاوز. خودش هم رپ خونده در ایش هست. حالا من نمیدونم ولی میگم اون باعث شد مثل خب من الان اگه اون که اون این اتفاق الان میافتاد شاید من اون ریاکشن رو نشون نمیدادم. خب منم یه خورده صبورتر شدم، ولی اون باعث شد که من بیام اون حرفا رو بزنم بهش، بگم آقا تو دختر خودت هم مخاطب رپ و هیپ هاپه، تو چرا فکر حالا من نمیدونم اینو به عنوان مثال زدی، یک مثال زدم که آقا چرا داری اینو میگی تو به عنوان یعنی نشون دادم بهش که تو برای من مهمی. میدونی اگه هیچی نمیگفتم یعنی برام مهم نبود. میدونی وقتی برام مهم بوده بهش گفتم ببین تو میتونستی به ما حال بدی، چون ما داریم اینجا پوستمون کنده میشه. آدمایی هستن تو این شهر که دارن ناخودآگاهشون رو تربیت میکنن که بتونن واقعی باشن، بتونن حقیقی باشن و در این حال بتونن تو جبهه رپ و هیپ هاپ بجنگن. مگه شما نجنگیدی؟ میدونیم خیلی اتفاقه. بله. که بتونیم با نیکترین حالت این فضا رو به زیستش ادامه بدیم، یعنی نه اونوری بیفتیم نه اینوری، یه جوری باشیم که آقا هستیمون رو نشون بدیم، هرچی که هست رو نشون بدیم، ولی ملاحظاتی هم داریم. دقیقا. اون اینو ندید، اگر میدید ما خیلی خوشحال، من خیلی خوشحال میشدم، ولی وقتی ندید یه چیزی درون من اتفاق افتاد و نشون دادم که تو برای من مهمی. متوجه. بچه های تصویر چقدر تایم داریم؟ خانم کارگردان چقدر تایم داریم؟ کارگردان دارن یک دقیقه. ما حقیقتش یه روب تایم ازت میخوام. اگه 5 تا رپ کن محبوب ایرانی به جز مافی خشار اس آر نام ببر. و ایتو اولی میتوه، دومی یعنی واقعا دوستش دارم ایتو خیلی یاس. یاس چون 2 سال کار نداده، یعنی امسال میدونم میخواد به نظرم میخواد بهتر کنه، حالا خبر چیزا ولی چیزی که تموم شد ان شاء الله سال دیگه بعد. آره فکر کنم 401 دیگه. بله بله من در حال حاضر این دو نفر رو خیلی میپسندم. سه تای دیگر رو دوباره ندارم. نه اصلا ندارم. دیگه هیچ. رضا پیشرو. آره رضا پیشرو. بچه واقعا من انقدر حالا تو مقطعی از بذار یه چیزی رو بهتون بگم. نه 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 این نیست. ولش. بریم سوال بعدی. بریم سوال بعدی. ولش. نه 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 به این ربطی نداره. ببینید من 4 سال پیش 96 میخواستم، ما خیلی برنامه ریزی داشتیم برای زندگیمون. من رفتم که یه کاری بکنم، به هم گفتن 3 روز پیش قانون عوض شده باید سرباز بشی. 4 سال برنامه ریزی کرده بودیم، گفتن قانون عوض شده باید سرباز بشی و من سرباز شدم. 2 سال تو این 2 سال بماند که چگونه بود. اومدم بیرون یک من تو بسکتبال کمرم آسیب دید و 6 ماه خوابیده بودم، 6 ماه افقی بودم. شرایطو تصور کنید واقعا سخت. تو اون فضا کرونا هم اومد، یعنی من تو 4 سال گذشته تو باغ بغلی بودم تقریبا، یعنی نبودم تو این باغ. این 4-5 ماه گذشته من خیلی فشار روم بوده و من خیلی فشرده داشتم کار میکردم. اگه الان رضا پیش رو یادم میره یا مثلا این معنی اینو نمیده که این آدم برای من تو ذهن من ارزش نداره، داره واقعا. اگه نداشت که من اصلا نمیگفتم افتخار کردم که باهاش آهنگ بخونم. بله.
افتخار کردم. یعنی فشار روم بوده. خوشبختانه اینا داره میگذره و دیگه میخوایم 401 بهتره کنیم. به خاطر میگم حواسم یه خورده تو این دوره نبود، میگی یادت میره، به خاطر اینکه آقا من واقعا تمرکزم و اولویتم رو بخشای دیگری از زندگی میفته. خیلی هم عالی. این آخرش یکم از رپ فاصله بگیریم. به چه میزان از آرزوها تا حالا رسیدی؟ من جزو معدودترین آدمایی ام که به آرزوام رسیدم. به 100 درصدش. همش هنوز نه ولی میرسم. میرسه. اگه بتونی برگردی عقب تو زندگی چه کاری رو انجام نمیدی؟ نمیدونم. اگه برگردم یه آدم دیگه ای میشم. مطمئنی؟ آره. نمیدونم اصلا. یعنی بخشی از زندگیت هست که اصلا الان بدونی که مثلا من امکان دارم مثلا این تیکه رو حذف کنم نکنم؟ این سوالتونم دیده بودم. به نظر من از قبل قشنگ آماده کرده بودی، مشخص بود چون تو گفت سری گفتی نه. آقا ببین آخه معلوم نمیکنه که این یه فرض محاله. البته توی تکست هم میگم واسه نقض هرچی فرض محال حاضرم، پس تو کویر محتاج بارون نمیشم، میتونم از دریای طوفانی بی پارو بپیچم، من یه پارو کلیشم برات آذوقه میشم. مصر آخرش هم بماند، ولی حرف من اینه، میگم که این فرض محاله، بهش فکر میکنم ولی نمیدونم که چی میشه. من اگه واقعا الان بهم این ابیلیتی رو بدن که برم عقب، همون لحظه تبدیل به یه آدم دیگه ای میشم. هیچ کدوم ها چه نه گفتم ای ول چه جواب باحال. حالا دیگه همون لحظه شما پولدار میشی یه آدم دیگه میشی، موفق میشی یه آدم دیگه میشی، مشهور میشی یه آدم دیگه میشی. همون بحث اثر پروانه دیگه، یه اتفاق کوچیک در یک بخش جزئی از زندگی تو میتونه باعث بشه که تو کلا سرنوشت تغییر کنه. اینجوری هم میشه نگاش کرد. منظور من این نبوده ولی اینجوری هم میشه نگاش کرد. خب واقعا الان بهت بگم میتونی غیب بشی، به نظرت همین امیر علی که الان هستی میتونی بمونی؟ خیلی کار دیگه اصلا. یهو یه چیزایی ازت میزنه بیرون. خب فهمیدین میخوام چیکار کنم؟ خدا رو شکر که پدر مادر تشریف ندارن. خدا رو شکر. عرض کنم خدمت شما که از برنامه‌های آینده‌ات برامون بگو. یه دونه فیچرینگ هستش که احتمالاً میاد، نمیدونین شما حالا وایسید خبرشو بهتون میگم، ولی یه دونه سینگل ترک هستش که من دارم ریلیز میکنم و اول یه سینگل ترکه و بعدش هم یه فیچرینگ. همین؟ اونو به چیو؟ مثلا نفهمیدم. ببین من اون چی فکر میکنین شما؟ یه نفر رندوم به من بگه کی دیده اونو؟ گلوخارو کی دیده؟ رب داره. آره دقیقا رب داره. من هر این کانسپتشو بهتون بگم، این کاکتوس برای من نماد زندگی تو شرایط سخته. گفتم که 4-5 سال گذشته من واقعا خیلی سخت بوده. زبری کاکتوس و زنده بودنش تو این حسو به من میده که شرایط سخت رو میشه سروایف کرد. گل روز نماد زیبایی و لطافته. من کانسپتم از اینجا میاد که با اون ریشه میشه به زیبایی رسید. یعنی از درون اون سختی ها میتونی وارد اون زیبایی ها هم بشی. هممون تو شرایط سختیم. این زیست خود من این شکلی بوده، رسیدم، دارم تبدیلش میکنم به پروژه بعدیم احتمالا. نمیدونم حالا اینو بهتون میگم کی تایمش میاد، اما همینه که یه تیکش هم الان بهتون گفتم باسه نقض هرچی فرض محال حاضرم، پس تو کویر محتاج بارون نمیشم، میتونم از دریای طوفانی بی پارو بپیچم، من یه پارو کلیشم برا تازوغه میشم. راجع به اینه ایده ای که گفتیم پروژه بعدی میگم. دوربین وسط ما برای حرف آخر با کسایی که از طریق یوتیوب و همه بچه‌ای که اینجا به عنوان صحبت پایانی بخش. هر حرفی که احساس می‌کنیم ما لازم بود بگیم نگفتیم، هر چی که تو ذهنته این تو این دوربین ما، همه حرفا رو زدیم. ممنونم که تحملم می‌کنین، ممنونم که بخشی از زندگی من رو وارد زندگی خودتون می‌کنین و از لذت‌هایی که من می‌برم لذت. خیلی ممنون از حضور در این ممنون از شما برای دعوت که بالاخره شد. خیلی دوست داشتم بشه بالاخره ضبط شد برنامه و... تلس شده یه روز دنیا مونده باشه چیه میخوای بپرسی شده بس عرض خدمتتون که ما به زودی برمیگردیم. دوستان که دارین تشریف
تشریف چیه؟ دارین برنامه رو میبینین؟ ما به زودی دوباره برمیگردیم با قسمت بعدی یک ساعت با زیر زمین. سعی میکنیم بعد قول نشیم، میدونین که زندگی هزار تا اتفاق، ما از یک ثانیه بعدمونم در خبر. خوشمو میدی ولی اما اینو بگم، یه دونه میخوام دست همچنان در قلب پایتخت داریم کاری رو میکنیم که این خانواده و این کامیونیتی و این دوره همی ها باعث شاد بودن هممون بشه، بدون هیچ سوء نیتی، بدون هیچ اتفاق عجیب و غریبی، بدون هیچ چیزی. دوست داریم که کنار هم شاد باشیم، کنار هم خوش باشیم و توی شرایطی که میدونیم همه یه ذره به خاطر انواع و اقسام فشارهای عجیب و غریب شاید یه ذره ای حالمون خوب نباشه، سعی میکنیم که به هم روحیه بدیم. من علی و معراج رفیق 10 سالم شاید تنها سلاحمون برای شاد بودن کامیونیتی هیپ هاپ فارسی همین یک ساعت با زیر زمین. دمتون و دم همتون گرم. بچه ها مرسی ازتون، خانواده بزرگ یک ساعت بزرگ زمین، دمتون گرم. در راسته حرفای علی قبلا هم گفتم، بازم میگم، خیلی ها میگفتن نمیشه، شد. وسط تهران هم شد، هستیم، میریم تا تهش. دمتون گرم، شبتون بخیر. یه دفعه بایستین من یه عکس بگیرم.